بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان عزيز و گران قدر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام علیکم و رحمت الله. نگه داشتن گربه در خانه گناه است؟ خیر، نگه داشتن گربه در خانه از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد، نجس نیست. در خانه شما که رفت آمد می کند، روی فرش و به اصطلاح لحاف و بقیه مواردی که رفت آمد بکند، گربه نجس نیست. نگه داشتنش در خانه هم از نظر شرعی هیچ گونه ممانعتی ندارد و جایز هست. نماز صبح سنت دارد؟ بله، نماز صبح به اتفاق علما سنت دارد. دو رکعت نماز سنت قبل از فرض نماز صبح خوانده می شود و سنت های صبح جز مؤکدترین سنت ها هستند. یعنی از میان تمام نمازهای پنجگانه، دو رکعت سنت قبلیه نماز صبح از همه بیشتر تأکید شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هیچ وقت اینها رو ترک نکردند، نه در حضر و نه در سفر. بوسیدن دست پدر و مادر چه حکمی دارد؟ اشکالی ندارد، جایز هست، بلکه یک نوع ادب و احترام و اکرام پدر و مادر هست. بوسیدن دست پدر و مادر، پیشانی پدر و مادر و همچنین بوسیدن دست یک عالم، یک ریش سفید منطقتون، بزرگ خانوادهتون، سردارتون و از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز هست. به قصد احترام، به قصد احترام و در واقع تکریم، نه به قصد تبرک. بوسیدن دست یک عالم به نیت این که شما متبرک می شوید و این به اصطلاح برکت دارد، برای شما خیری دارد، نه، چون این چیزی جایز نیست. و تبرک جستن فقط از مواردی ثابت هست که در حدیث، در قرآن مبارک بودنش ثابت هست. اما این که شما دست یک عالمی را یا یک کسی را به نیت تبرک به اصطلاح ببوسید، این جایز نیست. اما به عنوان یک احترام، عرف منطقه شما هست، به عنوان خوش آمدگویی دست پدر و مادر را به عنوان احترام جایز هست، یا دست یک عالمی را، ریش سفیدی را ببوسید به عنوان یک نوع احترام، این از نظر شرعی ممانعتی ندارد و جایز هست. یک سوال خیلی مهم، لطفا جواب بدین. سوالتون رو نفرمودید. آیا اذان الکترونی جایز هست و آیا موظف هستیم با گفتن اذان الکترونی به مسجد برویم؟ اذان یکی از شعائر دین اسلام هست، یکی از شعائر دین اسلام هست و حتما باید در نمازهای پنجگانه در مساجد اذان گفته بشود. یعنی این که یک مؤذنی باید اذان بدهد، صرفا این که به اصطلاح این رادیوی روشن باشه یا نمیدونم دستگاه دیگر تنظیم شده باشه که سر ساعت اذان بگوید و بدون دخل و تصرف مؤذن، چون این چیزی خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. جایز هست که به طور مثال در یک جایی در شهر اذان گفته بشه، در مساجد مختلف به طور مثال پخش بشه، این از نظر شرعی اشکالی نداره و در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند امارات این گونه عمل میکنند که در مسجد مرکزی اذان گفته میشود و همزمان این اذان در تمام مساجد شهر در واقع پخش میشود. این به اصطلاح
جایز هست و از نظر شرعی اشکالی نداره و اصل از آن گفتن به صلاح ادا می شود. اما این که صرفا در هیچ مؤذنی در شهر اذان نمی دهد، صرفا صدای رادیو باشه، این از نظر شرعی جایز نیست و خلاف سنت و این شعیره اسلامی هست. الحمدلله شما را جور و سلامت می بینم. الله متعال همه شما را صحت و سلامت و عافیت انشاءالله در دین و دنیا عنایت بفرماید. خانه ای که گرو باشد سود می شود؟ ببینید، در مورد گرو خانه، رهن کردن خانه، متاسفانه وضعیت بگونه ای هست که تا کسی به صلاح رهن ندهد خانه گیرش نمی آید، و اگر خانه هم بدهند به صلاح اجارهش به صلاح بسیار سنگین و سرسام آور هست، چه بسا که هر کسی نمی تواند چون این کاری رو به صلاح از عهدهش بر بیاد و نمی تونه برای خودش مسکن به صلاح تهیه بکنه. از نظر شرعی ما یه قاعده فقهی داریم که کل قرض جر نفعا فهو ربا، و این پولی که به عنوان رهن داده میشه به صاحب خانه، این وجاهت شرعیش و کیفیت شرعیش همون قرض هست، یعنی یک نوع قرضی هست و امانتی هست که در دست صاحب خانه داده میشه، این رهن شرعی نیست. و از نظر شرعی اگر رهنی باشه استفاده کردن از رهن جایز نیست، منتها الان به خاطر این که بدون رهن شاید شما منزلی رو گیرتون نیاید، مشکل هست برایتون و مجبور هستید که باید رهن بدهید، این از نظر شرعی انشالله که یعنی یک بلوای عمومی هست و ربای انشالله که شمرده نشود، و این ربا ربای زیادتی نیست، این ربا ربای زیادتی نیست، یعنی یک نوع منفعت اضافی هست که در مقابل قرض گرفته می شود که اینو قرض حساب بکنیم. اما در واقع این نه کاملا میشه قرض حسابش کرد و نه کاملا میشه رهن حسابش کرد و نه به صلاح یک نوع تضمینی میشه حسابش کرد و مجموعی تقریبا از این گونه موارد هست. و وقتی که شما چاره غیر از این ندارید که گرو بدید و پول رهن بگذارید، انشاءالله که برایتون مشکل شرعی به وجود نمیاد. اگر کسی عقد باشد بعد طلاق بده، مهریه چجوری هست؟ اگر کسی در هنگام عقد دوباره طلاق داد، از دو حالت خالی نیست. اگر اینها با همدیگر به صلاح خلوت صحیحه داشتند، یعنی این که با همدیگر رابطه داشتند، در این صورت ولو این که عروسی نکردند اما چون که رابطه داشتند خلوت کردند، در این صورت مهریه کامل به زن میرسه، مهریه کامل حق زن هست. اما اگر کسی عقد کرده بود و در دوران عقد هم با هم دیگر خلوت نکردند، فقط در حد این بوده که مثلا با تلفن با هم دیگر صحبت بکنند یا رفتن مثلا خونه یک دیگر در جمع هم دیگر رو دیدن و خلوتی صورت نگرفته، همبستری صورت نگرفته، اگر قبل از همبستری و قبل از خلوت طلاق بدهد، در این صورت نصف مهریه حق زن هست. اگر خلوت شده باشد مهریه کامل، و اگر مهریه و اگر که خلوت نشده باشد نصف مهریه به زن تعلق میگیرد. آیا در قرآن برای پوشاندن سر زنان آیه واضحی آمده است و آیا برای حجاب نکردن جزایی ذکر شده است؟ ببینید، برای مردم فکر میکنند که حتما وقتی یک چیزی گناهی هست که حتما به صلاح در شریعت اسلامی یک مجازاتی تعیین شده باشد که در دنیا نمیدونم فلان مجازات را داده باشد، مانند مجازات زنا یا مجازات فرض کنیم شرب خمر و بقیه مواردی که حدود شرعی دارند، یا اینکه در آخرت به طور مثال تهدید شده باشد که عرض بکنم که فلان مجازات و فلان گناه را دارد، و مردم این به اصطلاح در ذهنشون این حق شده که اگر برای یک گناهی همچنین موردی ذکر نشده باشد، فکر میکنند که این گناه دیگه خب گناهی ندارد، وقتی که در قرآن نیومده که
هر کسی که حجاب نکند چنین و چنان مثلا مجازات می شود یا چنین و چنان مثلا عذاب داشته باشد، پس بنابراین این حرام نیست و گناه نیست. نه، معنی گناه بودن این نیست که حتما مجازات شرعی برای اون در دنیا در آیه در آخرت به اصطلاح مشخص شده باشد. صرفا همین که از یک کاری در شریعت اسلامی در قرآن یا احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم از یک کاری منع شده باشد، این دلیل بر کراهت یا دلیل بر تحریم هست. اگر کسی که مالش حرام است اگر برای ما هدیه بدهد یا مهمان کند، آیا درست است قبول بکنیم؟ بله، برای شما اشکال ندارد. لازم نیست که شما حتما تحقیق بکنید که فلان کس مالش حلال هست و حرام هست، یا آیا آب مثلا در خونهش را غذایش را بخوریم یا نخوریم. نه، شما مجبور نیستید و مکلف نیستید که درباره رزق و روزی مردم و درآمد مردم تحقیق بکنید یا اینکه بدگمان باشید. نه، به هیچ عنوان. هر از هر طریقی کسب کرده باشد برای شما به عنوان مهمان یا به عنوان این که به شما هدیه میدهد، برای شما جایز هست که از اون استفاده بکنید، زیرا که شما این هدیه را، این مال را از طریق مشروع دارید کسب میکنید. یعنی به عنوان هدیه هست، به عنوان بخشش هست، به عنوان ضیافت و مهمانی هست که شما از اون استفاده میکنید. چون که از طریق به اصطلاح شرعی شما از اون استفاده میکنید، پس بنابراین بر شما هیچ گونه اشکال شرعی و گناهی وجود ندارد. گناهش تنها برگردن خود اون فرد هست که از طریق نامشروع به اصطلاح درآمد داشته، از طریق ربا هست یا از موارد دیگر هست، فروختن مواد مخدر باشه، درآمد اون برایش حرام هست، یعنی کسبش حرامه. ابزاری که بر و روشی رو و روی کردی رو که برای کسب رزق دارد اون حرام هست. معنیش نیست که عین این مثلا غذایی که از بازار خریده این برای هر کسی که بخورد حرام است و به هر کیفیتی که بخورد حرامه. نه، این منظور نیست. و نمونهش است در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، و یک غذایی را آورده بودند برای بریره و که کنیز رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، به عنوان صدقه بود و صدقه برای رسول الله حرام است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌خواستند از این غذا بخورند، بریره گفت که یا رسول الله این صدقه است، برای شما حرامه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که برای تو صدقه است، یعنی به نیت صدقه به تو دادند، اما تو اینک به نیت صدقه به من نمیده ای، به نیت هدیه هست، یعنی به نیت مهمانی هست. یعنی این وجهه غذا و در واقع عوض می شود. اول صدقه بود، الان تبدیل شده به هدیه. و وقتی که شما در خونه کسی غذا می خورید، ولو این که مالش به فرض کسبش حرام باشه، برای شما حرام نیست و شما گناهی رو مرتکب نشدید. 100 سال زنده باشید. الله متعالم به همه شما عزیزان عمر طولانی و صحت و سلامت عنایت بفرماید. شغل آرایشگری حلال هست یا حرام؟ اگر حرام باشه دیگه این همه مردم دیگه کجا برند؟ میخوان به اصلاح موی سرشون اصلاح بکنند و اینا باید کجا برند؟ باید چه کار بکنند؟ این که بگیم شغل آرایشگری حرام هست، یعنی این که ما یک جامعه ای را دچار مشکل کردیم، هم از مردان و هم زنانش، و طیف گسترده از مردم درآمدشون از آرایشگری هست و همه مردم بلا استثنا نیاز به آرایش هم دارند، چه مرد باشه چه زن باشه. از نظر شرعی آرایشگری حرام نیست، جایز هست. حرام نیست و جایز هست. یکی از شغلهایی هست که جامعه بیان نیاز داره. خود آرایش کردن را اشکالی نداره. در روایت اومده که ان الله جمیل یحب الجمال، الله متعال زیبا هست، زیبایی نظافت رو الله متعال دوست دارد و نظافت بخشی از ایمان، نصف ایمان، شطر ایمان هست. و پس بنابراین هیچ گونه اشکالی ندارد. اشکال فقط در مواردی هست که شریعت از آن نهی کرده، مانند گرفتن ابرو یا مثلا تیغ زدن به اصطلاح ریش، اینا مواردی هست که نهی شده از آن. اما به صورت کلی شغل آرایشگری یا درآمد آرایشگری حلال هست. چرا میگن نگه داشتن کبوتر خوب نیست؟ ببینید، نگه داشتن کبوتر خوب هست، یعنی اشکال شرعی ندارد.
در صورتی خوب نیست که به اصطلاح شما یعنی شغلتون کبوتربازی باشه، به این معنی که می روید روی پشت بام در واقع در خونه مردم دیده می زنید، مزاحم همسایه ها می شوید و به گونه مشغول این کار بشوید که از طاعت الله و از عبادات غافل بشوید. این کراهتش این هست. و نگه داشتن کبوتر در خانه نحوستی ندارد، نامبارک نیست، بلکه جایز است، اشکال شرعی ندارد. اما اذیت و آزار به اصطلاح همسایه ها این موردی هست که اشکال داره. اگر کبوتر نگه داشتن شما به معنی اذیت و آزار همسایگان باشد اشکال دارد، اما اگر نه، کسی اذیت و آزار نمی شود، شما پشت بام نمی روید و مزاحم همسایه ها نیستید، در این صورت اشکال شرعی ندارد و جایز است. فردی که شیعه بوده سنی شده خوب است یا نه؟ باید چه کار بکند؟ لازم نیست که کاری رو بکند. همین که به اصطلاح مثل اهل سنت و جماعت نماز بخواند، عبادتش رو طبق فقه اهل سنت و جماعت انجام بدهد بر اساس احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، همین مقدار کفایت می کند. ما چیزی اضافی از اصل اسلام نداریم اهل سنت و جماعت که بگیم هر کسی که سنی شد باید این مورد رو حتما باید به دین خودش اضافه بکنه. نه، اهل سنت و جماعت بر همان اصل و اساسی که زمان پیامبر بوده بر همان اصل و اساس هستند. هیچ گونه اصلی را، باوری را، اعتقادی را، شعائری از شعائری را، شعائر به اصطلاح دیگر را اضافه نکردن در دین که بگیم هر کسی سنی شد باید این گونه موارد رو هم اضافه بکنه بر اون چیزی که در زمان تشیع بوده. نه، شیعه اومدن مثلا شهادتین بوده در اسلام، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، تشیع اشهد ان علی ولی الله را اضافه کردن، در اصل اسلام نبوده. در زمان پیامبر کسانی که مسلمان می شدن شهادت ثالثه را نمی گفتن. وقتی که شما سنی بشوید یعنی برگشتید به همون اصلی که در زمان پیامبر بوده، و وقتی که اعمال خودتون رو، عباداتتون رو طبق سنت رسول الله، روش رسول الله انجام بدهید، اعتقادات شما مطابق با قرآن و سنت باشد، یعنی این که شما سنی هستید، اهل سنت هستید. الان اسمتون بذارید چیه، اسمتون هرچی باشه، اون فرقی نمیکنه. وقتی که شما اعتقادتون طبق قرآن و سنت باشه، عملتون طبق قرآن و سنت باشه، یعنی این که پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستید و مسلمان کاملی. من تتو زدم، بعضی ها میگن غسلت نمیشه. تتو زدن از نظر شرعی درست نیست، ناجایز هست، اما غسلش درسته. وضو و غسل کسی که تتو زده، خالکوبی کرده، از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز هست. تتو زدن و میکرو و موارد دیگر از این قبیل که هستند، اینها مانع صحت وضو و غسل نیستند. وضو غسلشون هم درسته و به تبع آن نمازشون هم از نظر شرعی اشکالی نداره، اما اصل کاری که انجام دادن از نظر شرعی جایز نیست. کسی که با معشوقش ازدواج کنه بعد رابطه قبلی آن گناه حساب میشه؟ بعد رابطه قبلی یعنی در زمانی که به صلح عقد نکردن با هم دیگه رابطه داشتن. بله، رابطه قبل از عقد، قبل از ازدواج، در هر حد و در هر سطحی باشه به همان اندازه گناه است. رابطه با نامحرم گناهه، چه شما عاشق و معشوق باشید، چه با هم دیگه دشمن باشید، با هم رابطه نامشروعی را انجام بدید، در هر صورت گناهه، حرامه. این که کسی به صلاح ادعا بکنه که من چون که عاشقم و با هم دیگر عاشق و معشوق هستیم پس بنابراین گناهی نیست، نه، تفاوتی نداره. رابطه نامشروع چه با معشوق باشه چه با دشمن باشه، گناهش از نظر شرعی یکی هست و تفاوتی ندارد. منتها وقتی که شما به هم رسیدید، ازدواج کردید، توبه صادقانه کردید، از اون گذشته خودتون پشیمان هستید و استغفار کردید، صدقه دادید، انشالله که الله متعال گذشته شما رو مورد مغفرت قرار می دهد. مادرم سر چند اولادش که باردار بوده روزه رمضان را قضا کرده و تعدادش را هم یادش نیست، چه کار کند؟ باید قضایی هم گرفته نمی تواند. برای خانومی که به اصطلاح روزه رمضانش را الان به هر دلیلی، چه به خاطر پریودی بوده یا مثلا بارداری بوده، موارد دیگری، یا به خاطر بیماری سفر بوده روزه نگرفته، الان بعد از مدت ها توان روزه را ندارد، حکمش این است که کفاره بدهد، حکمش این است که فدیه بدهد، برای هر روزی به یک مسکین غذا بدهیم.
حالا شما نگاه بکنید که مثلا چند تا بچه آورده بارداری بوده، نهایتش میشه 1 ماه. 5 تا بچه آورده، نهایتش میشه 5 ماه به طور مثال، اگر تمامش هم در رمضان بوده باشه و تمام روزه رو نگرفته باشه. شما نگاه بکنید کدومش در رمضان بوده روزه نگرفته، به تعداد همان روزه ها، به تعداد روزه ها به مساکین غذا بده. به طور مثال اگر 30 روز روزه نگرفته و الان توانایی روزه را ندارد، حکمش این است که به 30 نفر غذا بدهد، یک نهاری یا شامی، در حد یک نهار و شامی به 30 نفر به تعداد روزه ها تخمین بزند که چه اندازه بوده، حدس و گمان چه اندازه بود، به همون اندازه به صلاح به مساکین غذا بدهد، فدیش ادا شده و گناهی دیگر برگردنش نیست. حکم توسل چیست؟ توسل از نظر شرعی جایز هست و مسنون هست، هم جایزه و هم این که سنت هست، جز مستحبات است که انسان توسل بجوید. اما مهم این است که به چه چیزی باید توسل بجوید، به چه چیزی توسل بجوید. خود توسل یک نوع عبادت هست و یک نوع حکم شرعی هست و توسل را، انواع مجازش را الله و رسول برای ما بیان کردند. توسل به ایمان به الله متعال از نظر شرعی جایز هست، در قرآن هم آمده که شما به ایمان خودتان توسل بکنید، پروردگار چون که من مؤمنم، به تو ایمان دارم، به پیامبرت ایمان دارم، فلان مشکل مرا حل بکن. توسل به اعمال صالح از نظر شرعی اشکالی نداره، جایز هست. شما کار خوبی رو کردید، یک کاری با اخلاصی رو کردید، نماز درستی خوندید، صدقه زکاتی دادید، بعدا توسل بکنید پروردگارا من نمازم رو همیشه سر وقت خوندم، پروردگارا من به فلان فقیر کمک کردم، به خاطر همین کمکی که به خاطر تو بوده پروردگارا، به خاطر رضای تو من این کار رو کردم، به خاطر فلان عملم این مشکل رو ملا حل بکن. این توسل شرعی و صحیح است. توسل به دعای انسان صالح و نیکوکاری که زنده است، اینم اشکالی نداره. شما میروید پیش یک عالمی، پیش نماز مسجدتون، به پدر بزرگتون، مادر بزرگتون، ریش سفید قومتون که پیرمردی باشه، اهل عبادت و طاعت باشه، از اون میگه برای من دعا بکن، من مشکلی دارم، دعا بکن که الله متعال فلان مشکل منو حل بکنه و اون برای شما دعا بکند، این از نظر شرعی اشکالی ندارد. اینها توسل‌های جایز هستند. اما توسل به مردگان، توسل به جاه رسول الله، توسل به مقام رسول الله، توسل به ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از وفات، اینها مواردی هست که مختلفی هستند. یعنی اهل سنت و الجماعت، وقتی میگن اهل سنت و الجماعت یعنی متقدمین اهل سنت و الجماعت، امام ابو حنیفه، امام شافعی، مالک، احمد ابن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد شیبانی و بقیه بزرگواران، نظرشون بر این است که این گونه توسل ها جایز نیست. توسل به مرده جایز نیست، توسل به جاه و مقام کسی جایز نیست، توسل به جاه و مقام یک فرد دیگر به شما ربطی ندارد. اگر فلانی نزد به الله متعال ربطی دارد، خب به اصطلاح مقام و وجهی دارد، این مقام و وجهه اون برای شما چه تأثیری دارد؟ اون برای خودش عزیز درگاه الله متعال هست. و ما باید صرفا همون مواردی رو که در شریعت آمده، ما همون موارد رو باید مراعات بکنیم، توسل بکنیم. توسل به ایمان، توسل به اعمال صالحه، توسل به دعای انسان صالح و نیکوکار، اینا از نظر شرعی جایز هستن. موارد غیر از این از نظر شرعی اشکال داره و علمای اهل سنت و الجماعت یعنی این گونه موارد را در کتابهای عقیدتی خودشون بیان کردن، مانند اینکه مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه در کتاب شمشیر بران اینا به تفصیل اینها این گونه موارد را بیان کردن. زن بدون محرم تا چه مسافتی نمیتواند مسافرت بکند؟ تا مسافرت یعنی در حد سفر باشه، مسافرت در حد قصر، یعنی حدود 80 کیلومتر که حد قصر هست، بدون محرم سفر کردن جایز نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که جایز نیست که زنی به مسافت یک روز به اصطلاح که همون مسافت سفر حساب می شود به سفر برود، مگر آنکه محرمی با اون همراه باشد، مسیر سفر باشه. اما این که در به اصطلاح شهر وقتی که امنیت داشته باشه برای خرید این طرف اون طرف می رود یا کمتر از مسافت سفر، این حکم شرعی حکم سفر ندارد و مسافرت به این اندازه اصلا مسافرت حساب نمی شود و جایز هست. نماز خواندن در وقت ناپاک بودن،
ناپاک بودن منظور شما نمیدونم چی هست. اگر منظورتون از ناپاک بودن حالت جنابت باشد، جایز نیست، حرام هست. نماز خواندن در حالت بیوضویی و در حالت جنابت و در حالت پریودی از نظر شرعی حرام هست و نباید نماز بخوانید. نماز خواندن در چنین حالتی استهزا و تمسخر به دین هست و جایز نیست و برای خانومی که در حالت عادت ماهیانه هست نباید نماز بخواند و نمازش قضا هم ندارد. الان این 7 روز، 8 روز، 10 روزی که عادت ماهیانش هست، این رو الله متعال از اون بخشیده و معاف کرده. در این ایام نباید نماز بخواند و نباید روزه بگیرد، منتها روزه خودش را بعدا قضا بیاورد، زیرا که تعداد روزه هایش کم هست، تعداد روزها کم هست. اما برای نماز، چون که هر روز مثلا 5 نماز هست، الان یک فردی به طور مثال 10 روز به صلاح پریود باشه، بعدا بگیم که بعد از این که 10 روز تمام شد الان بیا بشین برای 50 نماز رو مثلا دوباره قضا بیار، یعنی این سخت است. شریعت اسلام اینو معاف کرده، نماز در حالت پریودی معاف هست و قضا ندارد، اما روزش قضا دارد. حکم نذر خارج از توان چیست؟ آیا کفاره لازم هست؟ اصل بر این است که نذر کردن مکروه است. انسان نباید خودش رو مجبور بکنه به یک کاری که الله تعالی بر انسان واجب نکرده. و پیامبر فرمودند که این انما یستخرج به من البخیل، این با نذر کردن از بخیل، انسانی که خیری ندارد، به زور یک خیری رو شما خودتون رو مجبور میکنید که خیری رو انجام بدی. اگر فلان حاجتم روا شد، من نمیدونم به 10 مسکین غذا میدهم یا نماز میخونم و یا روزه میگیرم. این از نظر شرعی مکروه است. روش درستش اینه که شما کار خیر رو همین که نذر کردید بدون نذر اینو انجام بدید و عمل صالح هست. قبلا هم عرض کردن توسل به عمل صالح جایز هست و کسی که نذری کرده باید بر نذرش عمل بکند. اگر نذرش مورد درستی هست، نذرش رو باید انجام بدهد. و اگر نتوانست که نذرش رو انجام بدهد، کفاره نذر کفاره قسم هست. کفاره نذری که شما شکستید، نتوانستید انجامش بدهید، کفارش همون کفاره قسم هست. یعنی این که به 10 نفر مسکین غذا بدهید یا لباس بدهید یا برده آزاد بکنید که فعلا وجود ندارد، اگر این 3 مورد هیچ کدامش را نمی توانستید، بعد از آن 30 روز برای کفاره نذر خودتان یا کفاره قسم خودتان روزه بگیرید. اگر یک خانمی در عذر شرعی باشد و در خانه تعویض پیدا بکند و بر آن رقیه شرعی بخواند، اشکالی ندارد؟ نه، اشکالی ندارد. به عنوان رقیه وقت زن می تواند در هنگام به صلاح عادت ماهیانه رقیه بخواند، معوذتین را بخواند. گرچه در مورد این که زن می تواند که در عادت ماهیانه قرآن تلاوت بکند یا خیر، علما اختلاف نظر دارند. نظر امام مالک رحمت الله علیه این است که اشکالی ندارد، حتی اگر زن در حالت پریودی هم باشد اشکالی نداره که بنابر ضرورت قرآن تلاوت بکند، خصوصا وقتی که برای به اصطلاح رقیه شرعی باشد. انشالله که هیچگونه اشکالی ندارد و جایز هست. حکم بی نمازی چیست؟ بی نمازی، ترک نماز جز گناهان کبیره هست، بلکه یکی از بزرگترین گناهان کبیره هست. ترک نماز گناهش از گناهانی دیگری که انسان انجام میدهد بیشتر هست. برخی فکر میکنند اگر کسی زنا کرد، دزدی کرد، غیبت کرد، دروغ گفت، گناهش خیلی بزرگه. اما برعکس، کسی که به صلاح نماز را ترک بکند، گناهش از بقیه موارد بیشتر و سنگینتر هست. در مورد مثلا گناهان دیگر در میان صحابه مثلا اختلاف نظر وجود نداشته و عقیده اهل سنت و جماعت این است که انسان با گناه کبیره کافر نمی شود، از اسلام خارج نمی شود. اما در مورد نماز ما روایاتی داریم که دلالت بر این دارد که اگر کسی نماز را ترک بکند کافر می شود و بسیاری از مجتهدین هم نظرشون بر این هست که مثلا ترک نماز را کفر می دانند.
گرچه جمهور نظرشون بر این است که اگر ترک نماز به عنوان تنبلی باشد اینو کفر نمیدونند، مگر در صورتی که به نیت به صلاح یعنی قبول نکردن به نماز باشد. فرض کنید یکی اساسا نماز رو قبول ندارد، فرضیتش رو قبول ندارد، انکارش بکند، این کافر است. و اگر بین خاطر نماز نخواند که نماز را فرض نمیداند کافر می شود. اما اگر کسی نماز را فرض می داند اما صرفا به خاطر تنبلی نماز نمی خواند، در این زمینه علما اختلاف نظر دارند. در روایت اومده که این در واقع جز موارد کفر آمیز هست، اما جمهور علما میگند که کفر نیست، اما در این که گناه کبیره هست و تعذیر و مجازات شرعی داره این یک بحث کاملا جداگانه هست. برای جلوگیری از جادو چه کاری باید انجام دهیم؟ برای حفاظت از چشم زخم، برای حفاظت از سحر و جادو و طلسم و بقیه موارد، بهترین موردی که رسول الله صلی الله علیه وسلم خودشون شخصا اون رو انجام میدادند و توصیه میکردند به خانواده خودشون و به اصحابشون، خواندن معوذتین هست. معوذات را بخوانید، یعنی سوره قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس را همیشه بخوانید. بعد از هر نماز حتما اینها را بخوانید، 3 مرتبه بعد از نماز صبح، 3 مرتبه بعد از نماز مغرب و یک بار بعد از هر نماز و بعد از طلوع آفتاب یا بعد از فجر بخوانید اینها را، و همچنین در قبل از خواب، قبل از خواب این مثلا اذکار را و همچنین 3 سوره را که عرض کردم بخوانید. این بهترین مورد برای حفاظت از شر شیاطین و حسادت و چشم زخم است. من وقتی وارد نماز می شوم زیاد وضو می شکند، چه کار بکنم؟ کاری نکن، نمازت را ادامه بده. برای کسی که وضویش می شکند، یعنی توانایی ندارد که وضوی خودش را نگه دارد، این انسان معذور هست. این حکمش با حکم بقیه انسانهای سالم متفاوت هست. انسان اگر سالم باشد، اگر در نماز وضو شکست، حکمش این است که به نماز شکسته برگردد، برود وضو بگیرد و بیاید از سر نو دوباره نماز اعاده بکند، نمازش را باید بخواند. اما یک فردی مشکل دارد، نمیتواند وضو خودش را نگه دارد، نمیتواند وضو خودش را نگه دارد، مشکل مثانه دارد، ادرارش مثلا میچکد، مشکل باد شکم دارد، مشکلی دارد که مثلا خون از بدنش جاری هست بنابر فقه احناف مثلا، در این گونه موارد برای چنین شخصی حکمش از نظر شرعی این است که برای هر نماز جداگانه وضو بگیرد، برای هر نماز جداگانه وضو بگیرد و بعد از این که وضو گرفت برود نماز بخواند. اولو این که بعد از وضو گرفتن، در وسط وضو گرفتن، در هنگام نماز خواندن باز هم وضوش بشکند، وضوی این فرد نشکسته، نمازش رو ادامه بدهد، نماز خودش رو نشکند، اصلا دغدغه‌ای هم نداشتد، ناراحت هم نباشد، الله متعال نمازش رو قبول میکند. منتها بعد از این که وقت تمام شد وضوی قبلی باطل شده. به طور مثال شما برای نماز ظهر وضو گرفته بودید، نماز ظهر را خواندید، تا نماز عصر شما وضو دارید، ولو این که قطره ادرار هم چکیده باشه، شما وضو دارید، می توانید که نماز سنت بخوانید، می توانید به قرآن دست بزنید، قرآن تلاوت بکنید، هیچ اشکالی نداره. اما وقتی که وقت نماز ظهر تمام شد و نماز عصر وقتش داخل شد، وضو قبلی باطل شده، برای نماز بعد باید یک وضوی دیگر بگیرید. این حکم وضوی افراد معذور هست که نمی توانند که وضوی خودشان را نگه دارند. چه کار کنم رابطه‌ام با شوهرم خوب بشه؟ رابطه ای که برای شوهرت خوب بشه اینه که خودت خوب باشی. زن و شوهر خوب باشند رابطه‌شون هم خوبه. وقتی که احترام متقابل باشه، وقتی که همدیگر رو درک بکنن، زبان همدیگر را بفهمند، به همدیگر احترام بگذارن، به همدیگر تا جایی که میتوانند حق و حقوق شرعی را که بر دو طرف هست و یک حقوق دو طرفه هست اینها را مراعات بکنن، به خانواده های هم دیگر احترام بگذارند، به قدر هم دیگر را بدونند، قطعا زندگی گل و بلبل می شود و ناراحتی دیگر به وجود نمیاد. اما وقتی که در حد در حق هم دیگر به اصطلاح کوتاهی بکنند، احترام از بین بره، قطعا دیگه سبب ناراحتی و اختلاف می شود. جواب ما را ندادید، همسر گناه هست یا نه؟ گناه نیست، بارها اینو قبلا بنده اعلام کردند که بازی همسر از نظر شرعی اشکالی ندارد، انشاءالله که موردی ندارد، زیرا که در این بازی شما قمار نمی کنید، یعنی پولی رو پرداخت نمی کنید که بگیم که قمار کرده.
صرفا در حد این است که شما وقت خودتون را ضایع کردید. صرفا بازی هست در حد این که وقت خودتان را ضایع کردید. و اینکه بازی که از نظر شرعی به طور مثال اهانتی در آن به مقدسات اسلام نباشد، منجر به ترک نماز و در واقع از بین رفتن حقوق شرعی نباشد، از نظر شرعی هم اشکالی ندارد، جایز هست و بازی همسر این گونه هست. و این که به صلاح اون شرکتی که این بازی رو طراحی کرده در مقابل به شما فرض کنیم سکه می دهد، این سکه ها دوباره تبدیل به پول می شوند، این موردش هم از نظر شرعی اشکال نداره، زیرا که این شرطی نیست، بازی نیست که شما شرط کرده باشید، یا این که اون طرف شرکت از شما یک مبلغی رو دریافت کرده باشه و بعد شما رو در این شرط وارد کرده باشه در این بازی که احتمال برد و باخت داشته باشید. نه، گفته هر کسی این بازی رو انجام بده، این مقدار به طور مثال سکه جمع بکنه به این رقم برسه، من این اندازه بهش جایزه میدم یا سکه میدم، این سکه بعدا تبدیل به پول بشه. حالا تبدیل به پول بشود یا نشود یک بحث جداگانه هست، اما خود این بازی با این کیفیت با اصول شرعی تضادی ندارد و جایز هست. خوشتیپ مردی مولای، شما که از من خوشتیپ ترید، الله متعال انسان هم شما را روح و روانتان را خوشتیپ و زیبا بکنه و هم ظاهر و اخلاقتان را. در نامزدی هم خوابی حلال است یا حرام؟ حالا چه عجله شما دارید؟ نامزدی کردین انشالله که با هم زن و شوهر کامل میشید. اگر منظورتون این است که نامزدی کردید، یعنی صرفا این که به نام هم دیگر هستید، خواستگاری رفتید گفتن بله قبول داریم انشالله با هم ازدواج بکنید، این صرفا وعده ازدواج هست، این خواستگاری وعده به صلاح برای ازدواج هست. شما به صلاح بعضی جاها میگن که نامزد کردن، این وعده ازدواج هست و با این وعده کسی با هم دیگر محرم نمی شود، شما با هم دیگر محرم نمی شوید. اما اگر عقد کردید، اگر عقد کردید، عقد شرعی خونده شده، ایجاب و قبول شده و دو نفر شاهد بودند با اذن و اجازه ولی این کار را انجام دادید، در این صورت شما از نظر شرعی محرم هستید، از نظر شرعی محرم هستید، زن و شوهر هستید. اما اون مواردی رو که در بعضی از جاها هستند، مثلا که به اصطلاح این دوران نامزدی رو طولانی می کنند، این موارد رو باید انسان مراعات بکنه. اگر در عرف و عادت شما این نیست که مثلا هم بستری صورت بگیرد، نباید این کار رو انجام بدید، زیرا که امکان داره که مثلا دوباره عروسی سر نگیرد و موارد بسیاری هست، من اطلاع دارم، با من درد دل کردند که مثلا این ازدواج به ثمر نرسیده و در صورتی که دختر و پسر با هم دیگر هم بستر شدند، الان خانواده ها هم به مشکل برخوردند، با هم اختلاف پیدا کردند، الان رضایت ندارند، اصرار بر این دارند که باید طلاق بشه، خب این دختر و پسر هم با هم دیگر هم بستری کردند، الان تکلیفش چی هست؟ بهتر این است که تا زمانی که به اصطلاح عروسی قطعی نشده، چون این کاری رو یعنی همبستری همخوابی انجام نشود. محمد ابن عبدالوهاب چگونه یک شخص است؟ چگونه شخصی است؟ ببینید محمد ابن عبدالوهاب یک از علمای سرشناس عربستان سعودی بوده در منطقه نجد به صلاح و مورد اعتماد علما و منطقه خودش بوده و یک سری اصلاحاتی را در جامعه آن روز به وجود آورد، یعنی مواردی را که جز موارد اعتقادی بودند خصوصا در باب بدعات و خرافات و موارد شرکامیزی که بوده، ایشان در واقع با صراحت و شفافیت این گونه موارد را بیان کردند و نهایتا تونستند که به صورت یک نوع انقلابی را، یک نوع تجدیدی را در دینداری مردم ایجاد بکنند که به گونه ای که الان الحمدلله در کشورهای به اصطلاح حوزه خلیج یا خود عربستان سعودی شما هیچ گونه زیارتی را، هیچ گونه بدعاتی را، خرافاتی را، اعمال شرک آمیزی را امروزه مشاهده نمی کنید. من خاطرم هست که استاد ما جناب مولانا محمد یوسف رحمت الله علیه فرمودند که اگر محمد ابن عبدالوهاب نمی آمد، این به اصطلاح خوشخبری و پیشینگویی رسول الله صلی الله علیه و سلم که سرزمین به اصطلاح جزیره العرب سرزمین توحید هست و دین دیگری در اون به اصطلاح نمیتواند شکل بگیرد، این تحقق پیدا نمیکرد. و واقعیتش هم همین هست که
محمد ابن عبدالوهاب به همان اندازه ای که علیهشون تبلیغ شده و تبلیغات شده به همان اندازه موفق بودند در کار خودشون و علمای زیادی از علمای اهل سنت و الجماعت چه در از زبانهای مختلف برخی از علمای هندوستان مولانا منظور نعمانی رحمت الله علیه و مسعود عالم رحمت الله علیه کتابهایی در مورد محمد ابن عبدالوهاب نوشتند و حتی استاد ابوالحسن الندوی رحمت الله علیه در مورد ابن تیمیه رحمت الله علیه درباره در کتاب رجال فکر و دعوه یک جلدی رو کاملا اختصاص دادن به همین مواردی که به اصطلاح عقیده محمد ابن عبدالوهاب بوده که ابن تیمیه رحمت الله علیه هم این عقیده رو داشتن. و خلاصه عرض بکنم که محمد ابن عبدالوهاب چیز جدیدی در دین اضافه نکرده، فقط همان مواردی را که اعتقاد ائمه اربعه اهل سنت و الجماعت بوده اونها را تبلیغ کرده و بدعات و خرافات و موارد شرکامیزی را که به مرور زمان و به خاطر غفلت حکام و علما به وجود آمده بوده این گونه موارد را تذکر دادند. و امروزه هر کسی که اهل توحید باشه و بگه که مثلا فلان چیز چون که در زمان پیامبر وجود نداشته شما انجامش ندید، فلان بدعت را، فلان خرافه را، فلان کار شرکامیز را انجام ندهید، الان این برچسب وهابی برای همه آماده است. فرق نمیکنه که شما حنفی باشید یا شافعی باشید یا حنبلی باشید، اما چون که از توحید حرف میزنید فورا برچسب این که شما وهابی هستید اینو به اصطلاح به شما میچسبونن. و خود اینایی هم که به اصطلاح این تبلیغات رو میکنن موندند که چه کار بکنن. میگویند یک نوع وهابیتی داریم که سرمنشش عربستان سعودی هست و یک نوع وهابیتی داریم که سرمنشش علمای احناف دیوبند هستند. و چون که خب علمای احناف هم عقیدهشون همون عقیده به اصطلاح در باب توحید و خصوصا یک به اصطلاح علمایی که به قول معروف اشاعت توحیدی هستن در این زمینه و بیشتر فعالیت دارن در باب توحید، اینا برگرفته هم از همون عقیده امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف و بقیه امام طحاوی و بقیه ائمه و بزرگان دین هست. معامله با سود بزرگ حرام است. درباره سود و درصد سودی که یک فرد تاجر و مغازه‌دار فروشنده مجاز است که بگیرد، این از نظر شرعی تعیین نشده. این بستگی به نوع کالا داره، نبستگی به نوع معامله داره که معامله نقدی باشه یا قسطی باشه، بستگی به مواردی از این قبیل داره و درصد مشخصی از نظر شریعت اسلامی تعیین نشده و اون چیزی را که عرف و عادت هست شما میتونید از اون استفاده بکنید و سعی بکنید که به اصطلاح ظلم و بیعدالتی نکنید. یک فایده و سودی را که معقول باشه جایز هست که شما از کالای خودتون بگیرید و هرچند که شما به اصطلاح بر مردم ساده بگیرید و از گران فروشی پرهیز بکنید، مطمئن باشید که مال شما برکت دیگری داره، بیشتری داره و دعای خیر مردم در پشت سر شما هست و خود همین یک نوع صدقه و خیراتی و احسانی برای مردم شمرده می شود. اما و اصل به اصطلاح در معامله همون رضایت خریدار و فروشنده هستن، به هر قیمتی که به صلاح توافق کردن قطع از این نظر از این که سودش چند درصد باشه از نظر شرعی جایز هست، منتها باید این عدالت رو شما مراعات بکنید. لایو گذاشتی من خبر نشدم، خب من چی کار بکنم شما خبر نشدید دیگه. معمولا این چند روزی هست که هر شب در خدمت شما هستم. بچه کوچک که اذیت کنه و مادرش کتکش بزنه این حکمش چیست؟ این جایز نیست که شما بچه کوچک رو مثلا کتک بزنید. کتک زدن نهایت به اصطلاح موردی هست که شما مجبور بشوید از اون استفاده بکنید و این کتک زدن نشانه این است که شما آدم موفقی نبودید در تربیت فرزندتون و کتک زدن به صلاح چاره کار نیست
و قبل از کتک زدن شما با احترام به کودک خودشون به خودتان با تفهیم کودک راحت میتونید که کودک خودتان را کنترل بکنید و به صلاح به گونه ای که میخواهی اونو تربیت بکنید. خب احیانا کودک هست میبینیم شیطنتی دارد و به خاطر به مقتضای کودکی و بچگی خودش مثلا سر و صدا می کند، بازی می کند، شما در اون لحظه مثلا نیاز به خواب و آرامش دارید، دیگه نباید که آشفته بشوید و اولین کاری که انجام می دهید کودک خودتون را بزنید. نه، زدن کودک و تنبیه بدنی کودک، اونم کودکی که به اصطلاح اصلا نمی داند که شما چرا اون را زدید و این شاید در خاطرش هم نموند که چرا من را زده و متوجه نمی شود، این کار از نظر شرعی کار درستی نیست. زن 4 تا داشتن حلال است. شما نمیدونم از این عکسی روی فایل پروفایلتون همون یک زن را فکر کنم ندارید، الان سوال میکنید که 4 زن. شما اول همون یک زن رو بگیر ببینیم که قبول میشی مردود میشی، ببینید که چند مرده حلاجی، بعدش در مورد تعدد حرف بزنیم. شنیدم که خود ارزایی در هیچ جایی نیامده که گناه است. میشه یه بار دیگه بگید، دقیق توضیح بدید؟ توضیح دادم. در شما اگر میخواهید که بدونید حکمش چی است، برگردید در کلیپ ها هست و در یوتیوب هم هست، در تلگرام هم هست، در اینستا هم هست، بارها توضیح دادم این مسئله. من 4 سال است از شوهرم جدا هستم، به نظرتون الان طلاق هستم؟ نه، صرفا این که از شوهرتون جدا هستین این دلیل طلاق نمی شود، مگر اینکه زن و شوهر به اصطلاح جداییشون به این خاطر باشه که مثلا شوهر طلاق داده باشه. وقتی که شوهر طلاق داده باشه شما طلاقید، اما طلاق نداده باشید، الان به یک بهانه به خاطر یک مشکلی از همدیگر جدا هستید، 4 سال یا بیشتر هم که جدا باشید، این دلیل طلاق نیست. خود به خود طلاق نمی افتد مگر در زمانی که به اصطلاح شوهر طلاق بدهد. جناب مولانا، منهج سلفی بهترین منهج اهل سنت هست؟ ببینید، سلف یعنی گذشتگان، سلف یعنی گذشتگان. گذشتگان کی هستند؟ یعنی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، سالمترین مسلمانان که از بدعت و خرافات و افراط و تفریط و نوآوری در دین سالمترین و بهترین بودند، سلف صالحند، یعنی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. ما دعوت ما این هست که مسلمانی همان است که در زمان پیامبر بوده. مسلمان به صلاح مسلمان واقعی آنها هستند. هر گونه افراطی که در دین ایجاد شده، تفریطی که ایجاد شده، بدعت و خرافاتی که ایجاد شده، موارد شرک آمیزی که ایجاد شده، موارد به صلاح آیین‌هایی که و رسوماتی که در دین اضافه شده، اینا همشون خارج از اسلام هست. دین واقعی همان چیزی هست که در زمان پیامبر بوده، در زمان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، که آنها غیر از اتباع از قرآن و پیامبر چیزی دیگری را معیار قرار نمیدادند. این که ما میگیم سلفی یعنی این که برگردیم به زمان سلفمان، به زمان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر یک امری را میبینیم در جامعه خودمون، این برگردانیم به همان زمان، ببینیم که در قرآن چی گفته، در سنت چی گفته، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه عمل میکردند، به آن زمان ارجاع بدهیم، این یعنی سلفیت. و سلفیت چیز جدیدی نیست، سلفیت چیز جدیدی نیست، سلف همیشه بوده و هر عالمی هم که آمده، علمای بعدی هم که آمدند، اینا مرجعشون سلف هست. به طور مثال یک از موارد اجماع هست، اجماع صحابه و سلف صالح در تمام مذاهب اهل سنت و جماعت همین وجود داره.
و وقتی که کسی بر اعتقاد و عمل کرده اصحاب رسول الله و بر قرآن و سنت عمل می کند، در واقع به اصل دین عمل کرده. اهل سنت و الجماعت هم همین هستند، الان شما اسمش را بگذارید سلفیت هم همین هست و هیچ گونه تفاوتی در این اسم در واقع مهم نیست. نظرتون در مورد تصوف چیست؟ اگر مراد از تصوف تزکیه باشه، احسان باشه، احسان یکی از مراتب دین هست. احسان یکی از مراتب دین هست و بلکه بالاترین مرتبه عبودیت هست. احسان و تزکیه یکی از بالاترین مراتب و معارج عبودیت است و جبرئیل علیه السلام از رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره احسان پرسیدند. احسان یعنی چی؟ پیامبر فرمودند که احسان این است که ان تعبد الله كأنك تراه. احسان یعنی این که الله متعال را چنان عبادت کنی که گویا الله متعال را میبینی، یعنی حضور قلب، تأمل، تدبرت در نماز خودت و اینقدر مثلا حضور ذهن داشته باشی که انگار که در حضور یعنی الله را میبینی و مستقیما برای الله سجده میکنی. اگر الله را عملا جلوی خودت میدیدی تا چه اندازه حضور قلب داشتی، توجه داشتی، خشوع خضوع داشتی. احسان یعنی این که شما وقتی که عبادت میکنی همین تصور بکنید که من خدا را میبینم، و اگر نمیتوانی این تصور را بکنید که الله را میبینید، مطمئن باشید که الله متعال شما را میبیند، یعنی در هر حال و در هر زمان و مکانی شما در محضر الله متعال هستید. پس الله متعال را چنان عبادت کن که باور داشته باشی و الله را بالای سر خودت ببینی که من الان در محضر الله متعال عبادت میکنم. این یعنی تزکیه، یعنی این که انسان خودش را از به اصطلاح مواردی که انسان را از الله متعال دور میکنه، اهم از اخلاق بد باشه یا اعتقادات و باورهای بد باشه یا اینکه خرافات و بدعاتی باشه که در دین اضافه شده که انسان را از الله متعال دور میکنه، اینها را شما کنار بزنید یعنی تزکیه، یعنی اینکه شما خودتون را آدم صاف و به اصطلاح کاملی بخواید بگردانید. این از نظر شرعی اشکالی نداره، این یعنی احسان، یعنی تزکیه، یعنی پاک بودن، این اشکالی نداره. اما اینکه به نام تزکیه، به نام تصوف شما بیایید یک ورد و اوراد خاصی رو برای خودتون ایجاد بکنید و یک سری عبادت های خاصی رو چی بکنید و برید پیش سر قبری در کنار قبر مثلا عبادت بکنید یا که دوربر قبر مثلا طواف بکنید یا این که از غیر الله استمداد بکنید یا این که فکر بکنید که پیر شما هر جا این مانند این که شما در محضر پیر هستید، پیر شما از دل شما آگاه هست، از اعمال شما آگاه هست. اینا موارد شرکامیزی هست که هیچ کسی از اصحاب پیامبر در مورد خود پیامبر چنین اعتقادی را نداشتند. هیچ کدام از صحابه معتقد به این نبودند که ما هر جا برویم پیامبر از اعمال ما اطلاع هست، با وجود این که وحی هم بر پیامبر نازل می شد. هیچ کسی از اصحاب پیامبر را حاضر و ناظر که هر جا تحت نظر پیامبر باشند این را اعتقاد نداشت. و این روزه اگر کسی به معنی به بهانه تصوف این باور را داشته باشد، خب این باور یک باور شرکامیزی هست. اما این که انسان اخلاق خودش را خوب بکنه، اعتقاد خودش را خوب بکنه، تزکیه داشته باشه، اگر منظور شما از تصوف این باشه، این اشکالی نداره. و تزکیه یکی از وظیفه های پیامبر باشه، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، وظیفه پیامبر این بوده که اصحاب رو تزکیه بکنه و پیامبر تزکیه کردن. چطوری تزکیه کردن؟ همون روش پیامبر را ما در پیش بگیریم، با همون اذکار و اوراد صباح و مسا و اورادی که برای مثلا در اوقات مختلف دعاهایی هست، خب پایبند اینها باشیم، مطمئنا تزکیه حاصل می شود. اما این که بعضی از کار به اصطلاح بی جایی رو اضافه کردن در دین، به گونه نادرستی ذکر میکنن، به طور مثال لا اله الا الله را قیچی کردن و مثلا ذکر میکنن لا اله لا اله، با اونم با یک وزن و آهنگ خاصی. لا اله یعنی خدا نیست، یعنی معبودی نیست، این کفره. هزار مرتبه طرف میگه لا اله کفر میگوید و بعدش هزار مرتبه میگه الا الله. الا الله به تنهایی معنی ندارد، مگر الله، مگر الله، الا الله، به جز خدا معنی ندارد. لا اله الا الله زمانی جمله کاملی هست که این با هم باشه، لا اله الا الله.
پیامبر کجا آمدند الا الله هو هو کردند، یا اینکه لا اله لا اله لا اله الا الله الا الله الا الله. پیامبر چنین کاری رو انجام ندادند. شما اهل سنت و الجماعت هستید، باورتون بر این هست و مدعایتون این است که ما پیرو پیامبر هستیم و همون گونه که پیامبر تزکیه میکردن ما هم میخوایم تزکیه بشیم. پیامبر این کار رو انجام ندادن. یا اینکه حتی ذکر مثلا لفظ جلاله الله به صورت تنهایی، نمیدونم چند مرتبه این رو ذکر رو باید بگی، نمیدونم از زیر ناف و از زیر سینه باید از جای مشخصی بیرون بیاد، با ضربه باشه و نمیدونم کیفیت های خاصی، اینا تمام از کاری هستند که بدعت گونه هست و در زمان پیامبر نبوده. معنی تصوف اگر احسان باشه، تزکیه باشه، عبادت کردن الله به روش و نحو احسن باشه، اینو هر مسلمانی قبول داره. اما این بدعیات و شرکیات از اسلام نیست و نباید اینها را به اسلام وصله بزنیم. چرا دعوا دارید با هم دیگه؟ لال بشی که منو فالو نمی کنی. اگر قرار شد که هر کسی تو رو فالو نکنه لال بشه، خب همه خانواده خودت مگه همه تو رو فالو دارن؟ دوستات، خانوادت، همشهریات همه لال می شدن، تو هم لال می شدی. بعضی ملاها دعا میدن برای تغییر جنسیت بچه، همچنین دعای وجود دارد؟ نه والله، چنین دعای وجود ندارد، چنین دعای وجود ندارد. باور بکنید که چنین دعایی که ملا بده برای تغییر جنسیت، چنین دعای وجود نداره. من ملاهایی میشناسم، ملاهای بزرگ بزرگ، مولاناها و مفتیهایی رو میشناسند که دلشون فقط میخواد یک بچه پسر داشته باشن، همشون دختره و بهش بچه نمیرسه. اگر ملا قرار بود که با دعای تعویزی جنسیت رو عوض بکنه، خب برای خودش یک کاری میکرد. همین دوربر خودتون نگاه بکنید، در شهر خودتون ملاهایی که هستن، خیلی هم این گونه هستن، پسر دارند میخوان دختر دار بشن، تو نمیتونن، خدا قسمت نمیکنه. اگر دعایی بود خب یه همون دعا رو میخوندن. دعایی وجود نداره. این ملایی که به شما دعا میده که بچهتون پسر باشه، بچهتون دختر باشه، باور بفرمایید که اینا دروغ میگن. اینا کسایی هستن که برای خودشون دکان باز کردن و از هر بیماری که شما بگید یک تعویذی به شما میدن. دست تمام هرچی پزشک و علم پزشکی هست از پشت بستند که هرچی شما بخواهید در واقع حاضر است تعویذ. فقط مهم این که شما یک پولی بهشون بدید تا اینکه تعویذی به شما بدن. باور نکنید، اینا انسانهای شیاد و دروغوی هستن. اگر یک عالم عابدی باشه، پرهیزگاری باشه، برایتون دعا بکنه، بله منم برای شما دعا میکنم که الله متعال به شما یک دختری بده. خب دعای من یک دعا هست، شاید قبول شد شاید قبول نشد. اما این که برید پول بدید پیش یک ملایی که دعا بنویسه، تعویذ بنویسه، اونم متاسفانه اینم شده یک ابزار و سودجویی و سوء استفاده از مردم که برو نمیدن روی بدن زن به طور مثال تعویذ بنویس، این غیرت شما کجا رفته؟ خود همین ملایی که از خدا نمیترسه، الله متعال مسلمانان را از شر این گونه افراد و این دجالا و انسانهای فریبکار و شیاد نجات بده. با چی توجیهی؟ با کدام عقل؟ با کدام منطق؟ با کدام شریعت؟ با کدام مروت می روی مثلا برای زن نامحرم روی بدنش، اونم روی مثلا اعضای نهانیش تعویذ می نویسد، دعا می نویسد؟ اونم انسانهای اینقدر غافل، اینقدر مثلا از نمیشه که، یعنی چه وصفی براش میگیم؟ شما تا چه اندازه مثلا دین خودتون رو کنار گذاشتید، اخلاق و غیرت خودتون رو کنار گذاشتید که حاضرید که یک زن برود پیش یک ملای دعا نویسی خودش رو برهنه بکنه تا اینکه دعایی نمیدونم روی شکمش یا کمرش یا جای دیگرش بنویسد که بچهش تغییر جنسیت بکنه و خدا بهش بچه بده؟ والله همشون دروغ هست، همه شریادی هست، همه دکان باز کردن. اما اگر این ملا شیاد هست و میخواد برای کسب درآمد، حداقل شما عاقل باشید، شما دانا باشید، دین خودتان را، اخلاق خودتان را، ایمان خودتان را، غیرت و ناموس خودتان را دست این چنین افراد ندید. و زنها خصوصا باید پرهیز بکنند، باید عاقل باشند و به این گونه افراد نباید شما مراجعه بکنید. بروید پیش پزشک متخصصی مراجعه بکنید، دوا و درمان و یک
به اصطلاح داروهایی رو که به شما میدن از اون استفاده بکنید و دعا بکنید، از علما بخواید براتون دعا بکنند. حالا هر چی که نهایت و نتیجه هر چی شد، راضی باشید به رضای الله متعال. آیا می توانم اسم فرزندم را از اسامی فارسی اصیل بگذارم یا این که باید حتما اسم قرآنی باشد؟ نه، لازم نیست که حتما اسم نوزاد شما و فرزند شما قرآنی باشد. نه، به هیچ عنوان لازم نیست. و نامه های صحابه و فرزندان صحابه همشون قرآنی نبودند، به این معنی که در قرآن آمده باشند یا پیامبر توصیه کرده باشه. بسیاریشون نامه های عربی بودند، نامه های اصیل و به اصطلاح سنتی و باستانی بودند. الان در زبان بلوچی، در زبان کردی، در زبان عربی، فارسی نامه های اصیلی هست که به اصطلاح معنی خوبی داره و از نظر شرعی هم هیچ گونه ممانعتی ندارد، جایز هست. نامی را که نام اصیلی باشه، نام باستانی باشه، به اصطلاح نام سنتی باشه، مثلا که نشان فرهنگ یا زبانی قومیتی باشه، در صورتی که معنی بدی نداشته باشه و با اعتقادات اسلامی تضاد نداشته باشد یا بیانگر یک آیین و دین غیر اسلامی نباشد، گذاشتنش از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز است. لازم نیست که حتما نام عربی باشه یا قرآنی باشه، هر نامی که باشه، مهم این که معنی خوبی داشته باشه که باعث نشود که بچه شما فردا در جامعه سرفکنده بشود، معنی به اصطلاح عبادت برای غیر الله نداشته باشد، ارز کنم خدمت شما یک آیین کفری یا یک مذهب غیر اسلامی نباشد. از نظر شرعی چون این نامی رو شما بگذارید جایز هست، اشکالی نداره. امام حسین در راه خدا شهید شده از نظر اهل سنت و الجماعت؟ بله، اهل سنت و الجماعت به اتفاق نظر میگویند که حضرت حسین، سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه و خانواده و اهل بیتشان به ناحق کشته شدند و شهیدند و حضرت حسین رضی الله تعالی عنه به قول علامه امام ابن تیمیه رحمت الله علیه میگد که الله متعال لعنت بکند، نفرین بکند که هر کسی که حسین را کشته یا در کشته شدنش، در شهادتش دست داشته یا دستور داده یا رضایت داشته به این کار، الله متعال همه را نفرین بکند. و این عقیده اهل سنت و جماعت است که سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه به ناحق کشته شده و حضرت حسین برای دفاع از خودش، از خانواده و از حریم خودش در اونجا در واقع به شهادت رسید. زیرا که ما میدانیم در آخرین لحظات حضرت حسین رضی الله تعالی عنه چندین پیشنهاد دادند و گفتند که یا به من اجازه بدید که من به مدینه برگردم، کاری با شما و با حکومتتون ندارم، یا اجازه بدید که خودم مستقیم برم پیش یزید و خودم با اون مشکلم را حل بکنم، یا اجازه بدید که برم به یک طرفی از مرزهای سرزمین اسلامی برای جهاد. هیچ کدام از این موارد را اجازه ندادند و با ظلم و ستم جلوی حضرت حسین رضی الله تعالی عنه را گرفتند و هیچ چاره ای جز این که ایشان بجنگد و شهید بشود برایش باقی نگذاشتند و ناحق در واقع کشته شده و به شهادت رسیدند. و الحمدلله که الله متعال هم در دنیا تمام قاتلان حسین را همه را مجازات کرد، به فجیع ترین به اصطلاح صورت کشته شدند و خود عبیدالله ابن زیاد همان گونه که سر سیدنا حسین را بریده بودند، بردند پیش عبیدالله ابن زیاد، تقریبا حدود 6 سال بعد از اون خود عبیدالله ابن زیاد هم توسط افراد مختار کشته شد و سرش را زدند، گردنش را زدند، آوردند در جلوی مختار و به بدترین نحو در واقع کشته شد. الله متعال انتقام اونها را در دنیا گرفت و عذاب آخرتشون هم با الله متعال.
کشتن مارمولک حکمش چیست؟ آیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمودند که ثواب دارد؟ بله، از نظر شرعی کشتنش هر چیزی، هر حیوانی که موذی هست و مزاحم زندگی شما هست، این از نظر شرعی کشتنش جایز هست و پیامبر هم اینو اجازه دادند. بله، در برخی از روایات هم ثوابی برای این کار بیان شده و از نظر شرعی اشکالی ندارد. اگر در خونه شما معمولا مارمولکی وجود داره که گفته میشه سمی هستند و موجب اذیت و آزار شما هست، آرامش شما را به اصطلاح به هم زده، بچه های شما میترسند، از نظر شرعی اشکالی نداره، میتونید که مارمولک رو بکشید، از خونهتون بیرون بکنید. رفتن به امامزاده ها یا مزاره های مقدس اهل سنت حرامه؟ از نظر اهل سنت و الجماعت سفر برای زیارت قبور جایز نیست. سفر برای زیارت قبور جایز نیست. جایز هست که شما به زیارت قبرستان بروید و سنت هست، سنت هست به اصطلاح که یک فرد برای زیارت قبرستان برود. رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه کردن برای زیارت قبرستان. اما سفر برای زیارت قبرستان که شما بار سفر ببندید از یک شهری به شهر دیگر صرفا برای این که برید یک قبری رو ببینید، این رو اهل سنت و جماعت به آن معتقد نیستند و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. جایز نیست که شما رحل سفر ببندید مگر برای نماز خواندن در سه مسجد که مسجد بسل حرام هست، مسجد نبوی هست و بیت المقدس هست. این سه مورد جایز هستند، یعنی به قصد عبادت سفر کردن جایز نیست مگر در این سه موردی که بسل رسول الله صلی الله علیه و سلم استثناء دادند. به این حدیث بسیاری از علما و اهل سنت و جماعت نظرشون بر این است که سفر برای زیارت قبر جایز نیست و این رو مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه در کتاب شمشیر بران که یک کتاب عقیدتی اهل سنت و احناف است، اینو صراحتا در اونجا این مسئله رو بیان فرمودند. اگر قرآن را ختم کنیم و یقین داشته باشیم که حاجتمون برآورده می شود، آیا حاجتمون برآورده می شود؟ بله، انشالله برآورده می شود. اگر انسان یک کاری رو انجام بده به این نیت که به اصطلاح کارش برآورده بشه، یک عبادتی رو انجام بده، این از نظر شرعی اشکالی نداره. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک روایتی که به اصطلاح روایت قدسی هست فرمودند که الله متعال می فرماید انا عند ظن عبدی بی مه، که وقتی که من با بنده خودم آنگونه رفتار می کنم که به من گمان دارد، یعنی این که شما به الله متعال گمان نیک داشته باشید و باور داشته باشید که الله متعال حاجت شما را روا می کند و دعای شما را قبول می کند، الله متعال هم این گونه خواهد کرد. آیا معاویه لعن به حضرت علی را اجبار کرد؟ نه، در هیچ گونه روایتی و در هیچ گونه کتابی از کتابهای تاریخی که معتبر باشه ما چنین چیزی رو نداریم که معاویه مجبور کرده باشه که کسی به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه را لعن و نفرین بکنند. معاویه از این بالاتر و برتر هست که چنین دستوری را بدن، بلکه در میان معاویه و بنی امیه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم روابط بسیار نزدیکی در واقع وجود داشته و خود حضرت حسین رضی الله تعالی عنه و حتی مادر علی اکبر، مادر علی اکبر، علی اکبر فرزند امام حسین رضی الله تعالی عنه، که این علی اکبر در واقع نبودند، خود امام زین العابدین از ایشون بزرگتر بودند، اما به اشتباه الان مردم میگن که علی اکبر اونی هست که در کربلا شهید شده، اون علی اکبر نیست، اون علی اصغر هست. علی اکبر خود امام زین العابدین رحمت الله علیه بودند و مادر علی اکبر که همسر امام زین حسین رضی الله تعالی عنه هست، این نوه ابو سفیان هست، نوه دختری ابو سفیان هست، یعنی خواهرزاده خود معاویه بوده و اهل بیت و به اصطلاح بنی امیه با هم دیگه روابط بسیار نزدیکی رو داشتن، یعنی حتی قبل از جنگ هایی که و اختلافاتی که وجود داشته و بعد از آن، درست است که اختلافات سیاسی با هم دیگر داشتند، حتی در به مرحله جنگ هم رسیده، اما باز هم این روابط خانوادگی رو بعد از آن داشتند و در هیچ کتاب روایی حدیثی یا تاریخی با سند صحیح نیومده که معاویه رضی الله تعالی عنه به صلاح امر کرده باشه به لعن و نفرین سیدنا علی رضی الله تعالی عنه.
خب دوستان عزیز و ارجمند، به همین مقدار امشب کفایت میکنیم و بقیه سوالات شما را انشاءالله میگذاریم برای شبهای بعد. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر شما را به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.